خبر تازه، قسیم ابراهیمی گرداننده برنامه لحظه به لحظه با 1 میلیون افغانی از کشور فرار کرد. منابع نزدیک به قسیم ابراهیمی میگن که امروز صبح وقتی که به دفتر آمد، لحظات پس از او با 1 میلیون افغانی از دفتر فرار کرد. همکنون احمد پوپل همکارش از پشاور پاکستان با ماست. پوپل، چی از جزئیات؟ سلام سیاوش عزیز. جزئیات قسم است که قسیم جان بر ما گفته بود که من اینمی کارم میکنم. اینمی تصمیمش بود که چند نه تنهایی 1 میلیون که گرفته، بله، چند لکه دیگه از دیگه مردم هم قرضدار است و این فرار کرده. من نمی‌فهمم که در کجا هست. اما قبلا یک پوپل عزیز، با این حساب خودت هم شریک دوزی حساب میشی. اگر از پیش گفته برات یک زنگ برام آمد، دفتر تو هنوز چیز تصمیم گرفته؟ دفتر فقط تصمیم ای را گرفته که قسیم اگر آمد، پلیس انترپول پشتش انداختن، در جای باشه دزگیر میشه و با پنجه قانون چی کرده این مدوزی کردن؟ گوهی سلا بیرزه که با پنجه قانون نظر به ماده 55 قانون جزا حکم ممنون بدار کشیدنش نه، از یک لنگ ویزانش میکنه. سپاسگزار احمد پوپل. بگوین رسانه است این هر چی که میگین، بگوین دوباره یک نفر غریب. تشکر یما جان عزیز، مهربانی کردین، زنده باشین، بخیر باشین، قربانتان. یما جان افتخار بخشیدین، پوپل جان شما افتخار بخشیدین، مهربانی کردین، یک جان سپاس. تشکر از خودت و برنامه هستن بخشی لحظه به لحظه به هر برنامه نمیرن و ای که آمدن بسیار تشکر. آل پیامایی که دارین یما جان به مردم افغانستان به دوستا بگید. چون بهار نو است و سال نو، میخوایم با یک شعری از حضرت مولانا پیام خدا برای بیننده های برنامه خوب لحظه به لحظه برسانم. قربانتان. از بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل بروی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. تشکر پوپل جان از شما. پیامایی که دارین به مردم بگین. من فقط پیام دارم، اول سال نو برشون تبریک میگم، آرزو میکنم یک سال بسیار خوب و خوش رو پیش روی داشته باشن، پربرکت، با سعادت، با فامیلای عزیزشان، و یک دعا میکنیم به کسایی که مریض هستن خداوند شفا بده شانه و سال نیکو خوشبختی و خوش سالی و خوش سالی نه خوش سالی خوش سالی خوش سالی را خدا دور داشت.